نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران در نشست‌های مشترکی به مناسبت هفته کارگر مشکلات کارگران و مناسبات بین آنها و کارفرمایان را مورد بررسی قرار دادند. پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، قراردادهای موقت کار، افزایش دستمزدها و برخورداری از حق تشکل از جمله مسائل عمده مطرح شده در این نشست بود. جزئیات بیشتر در گزارش روزبه بلهری، خبرنگار رادیو فردا. در روزهای گذشته نشست‌هایی بین نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و نمایندگان کارفرمایان و یا خود نمایندگان تشکل‌های کارگری رسمی در ایران برگزار شده. در این نشست‌ها به مشکلات کارگران و همینطور مناسبات بین کارگران و کارفرمایان پرداخته شده. اما ببینیم در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه چه مشکلاتی در روبروی کارگران قرار داره. خب اون چیزی که از محتوای این جلسات برمیاد و نیز همینطور بیانیه‌های تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی میشه چند مشکل رو که مهم هستند بهشون اشاره کرد. یکی از اونها پرداخت نشدن به موقع دستمزد است. ما الان نمونه هایی داریم که از یک ماه تا چندین ماه حتی تا 15 ماه هست که کارگران دستمزدشون پرداخت نشده و اون هم با توجه به گرانی و تورمی که وجود داره، زمانی که دستمزد به طور مثال چند ماه پیش پرداخت بشه دیگه ارزش اون مدت رو نداره، ارزش فعلی رو داره و خب قدرت خرید کارگران به پای همون چند ماه پیش نمیرسه. بحث دیگه اخراج هاست. خب به رغم حالا وعده هایی که دولت ابراهیم رئیسی میده و یا تبلیغاتی که در رسانه های رسمی میبینیم، اخراج کارگران ادامه داره. کارگران به این موضوع معترضند. بحث قراردادهای موقت کار هست که بیش از 95% کارگران برخلاف ابتدای انقلاب که 97% کارگران رسمی بودند پیش از انقلاب، الان یه چیزی بالاتر از 95% کارگران داره قرارداد کار موقت هستند که خب کارگران خواهان این هستند که بتونن قرارداد مستقیم کار داشته باشن، از شکل پیمانکاری در بیان. در این حال برخورداری از حق تشکل هست. در این حال باز بهبود وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی هست و افزایش حقوق ها. این بحث دستمزدها خیلی جدی هست. به طور مثال خب چیزی که الان ما باهاش مواجه هستیم به گفته فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار و همینطور رئیس کمیته مزد این شورا، سبد معیشت کارگران یک خانواده کارگری به 10,700,000 تومان رسیده. یعنی همین الان 4,000,000 تومان بیشتر از حداقل دستمزد یک کارگر متأهلی هست که 2 فرزند داره.